سلام و وقت شما بخیر شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم در آغاز نگاهی داریم با چند رویداد مهم داخلی و خارجی اقتصادی شرکت برق افغانستان میگوید که شماری از چهره های جهادی اعضای شورای ملی و برخی مقام های حکومت 4.5 میلیارد افغانی بدهکار هستند مسئولان این شرکت میگویند که برای چندین بار کارمندان این شرکت پس از آن که پول صرفیه را مطالبه کردند مورد لاتوکوب نیز قرار دارد. رئیس کانال ننگرهار میگوید در یک دهه گذشته 2000 جریب زمین کانال غصب شده است و میگوید تعداد کسانی که در غصب این زمین ها دست دارند بلوی سرنوالی معرفی شده ارزی سهام بانک ها مؤسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی در بورس ارزی سهام چهار بانک و یک مؤسسه مالی وابسته به نهادهای نظامی در ایران در تالار بورس از امروز به صورت غیر عمومی آغاز شده است مؤسسه اعتبار کوثر بانک مهر اقتصاد بانک قومین و بانک حکمت ایرانیان و بانک انصار پنج بانک و مؤسسه مالی هستند که قرار است با بانک سپه ادغام شوند که حالا سهامان ها در بورس ارزه شده است بانک مرکزی ایران بیش از یک ماه پیش از ادغام بانک های نظامی در بانک سپه خبر داد و در اطلاعیه اعلام کرد که هدف از این اقدام متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت بانک های انصار قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مسائل اعتبار کوسر در قالب یک بانک واحد با ثبات و کارآمدتر و منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده های نیروهای مسلح و عموم مردم است. با پایان یافتن فروش سهام این بانک ها از سوی سهامداران و پایان مهلت فروش سهام ادغام بانک های وابسته به نهادهای نظامی در بانک سپه عملا آغاز خواهد شد سهام این بانک و مسای مالی به صورت غیر عمومی عرضه شده و توسط شرکت ها و نهادهای خاص خریداری می شود. دوباره برگشتیم بیننده های عزیز و محور بحث امروز هم در رابطه با عدم پرداخت صرفی برق قصوی از زرمندان و شمول برخی از چهره های جهادی حکومتی و شورای ملی می باشد و اینجا برای بحث بیشتر خالد سانگزی رئیس تجارتی شرکت برق افغانستان با ما هستند آقای سانگزی سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید تشکر بسم الله الرحمن الرحیم ما هم سلام و احترامات خدا به شما و بیننده عزیز تلویزیون آریان نیوز تقدیم می‌کنیم. آقای سانک چرا حکومت از گرفتن پول‌های صرفی برق تا حالا ناتوان بوده است؟ ببینید ما یک می یک معلومات مختصر در مورد طلبات افغانستان به شرکت بر شما را کنم. طی سال‌های قبل از 1396 تا سال 1395 ما یکی از چالش های عمده ما طلبات افزایش طلبات دی افغانستان بشنا شرکت بود که او با یک تناسب یک میلیارد افغانی سالانه به طلبات در افغانستان بشنا شرکت افزود می شد بعد از سال 1396 یعنی 1396 و 1397 ما کوشش هایی که در این و جدیتی که رهبری برشنا شرکت در مورد نشان داده ما تانستیم نه که جلوی افزایش طلبات در افغانستان برشنا شرکت بگیریم بلکه تانستیم به اکفیصدی از طلبات سالهای گذشته را ما جمعواری کنیم جدیتی که ما فلال در این سالها و خصوصا در می آخر نشان دادیم بسیار معثر بوده همچنان توجه شخصا رئیس بی جمهور شورای وزیران و همچنان کابینه جدیتی از واب بسیار قابل ملاحظه بوده و در نتیجه بسیار نتایج مثبت داشته و ما تانستیم یک مقدار از فیصدی طلبات ساله گذشته را ما جمع آوری کنیم یعنی چند درصد کاهش یافته تو حدودا به حساب مقدار اگر مبلغ ما بر شما بگویم تا آخر سال 1395 مجموع طلبات دی افغانستان به شرکت به با بالاتر از 11 میلیارد افغانی می رسید. ولی فلال در سال 1396 و 1397 ما تانستیم تا حدود یکونی ملا دو میلیارد افغانی را از سالهای گذشته ما جمعاری کنیم و فیلال طلبات دی افغانستان بشنا شرکت بین نو الا نونیم میلیارد افغانی فیلال هم پول است که او ما باید جمعاری کنیم و طلبات دی افغانستان بشنا شرکت فیلال سر مشترکین ریایشی تجارتی و همچنان دوائر دولتی فیلال هم وجود دارد حالا علت چی است که بیشتر از زورمندان صرفی برق خود نمی پردازند دقیقا زمانی که کارمندای شما مراجعه میکنند نظرشان بیشتر حرف های اونا چی هست چی میگوین ببینن در جمع امی نو الا نو میلیارد افغانی طلباتی که ما داریم یک فیصدی بسیار بلند از طلبات بالای دوائر دولتی است یعنی اگر ما بر شما بگویم اضافه تر از 50 فیصد از این بالای دوایر دولتی است اضافه تر از 5.5 میلیارد افغانی را ما بالای دوایر دولتی داره ما متباقی که میمانه مشترکین نریایشی است تجارتی است و صنعتی است ببینن ما یک تعریف مشخص به زورمن نداریم بر ما هر کسی که اضافه تر از دو دوره پول بر خود تاویل نمیکنه بر ما زورمند است با مو تعریف شما و اونا ما اونا رو مکلف میدانیم که اونا پول برق خوده یعنی دو دوره که ما برشان فرصت دادیم بعد از دو دوره اونا پول برق خوده تاویل کنن اکثریت کسایی که حاضر نیستن ما به این اصطلاح میگیم کسایی که حاضر نیستن که پول برق خود را تاویل کنن و ایرا من ای به ای منبع برق و شرکت دولتی را برشنا شرکت که یک شرکت دولتی است برق مال شخصی خود فکر میکنن و حاضر نیستن پول برق خود را تاویل کنن حتی ما نامای ازوار مشخصا روان کردیم تا مکتوبای مختلف به لوی سرانوالی و همچنان به های دولت ما نامایشان روان طریق میدیا از طریق خود تلویزیون آریانا ما نامایشان نشر کرده ما ای یک نتایج بسیار مثبت داشته بنان این مبلغی که ما مقایسه میکنیم با اون مبلغ مجموعی طلباتی که بین 9 تا میلیارد افغانی است یک مقدار بسیار ناچیز است بین یک و صد میلیون افغانی است که کسای هستند که حاضر نیستند پول برق خود تاویل کنند باز ما یک پکیج دیگر را برشان معرفی کردیم که اونا اگر نمیتونن به یک بارگی پول بر خود تاویل کنن اونا میتونن در اقساط بیا نور قسط کنن حالا چقدر از این افراد اشخاص حاضر هستند که پول خود را می شکل به شکل قسط بپردازن اکثریتشان حاضر شدن اکثریتشان حاضر شدن حتی کسایی که در می تای چندین سال حاضر نشده بودن که پول بر خود تاویل کنن وقتی که ما می آپشن قسط برشان اطلاع رسانی کرده مونا حاضر شدن که پول خود به قسط کنن و به قسط تاویل کنن ما شاید ازی بودیم پارسال در سال 1397 ما اواید بسیار خوبی داشتیم برشنا شرکت در مقایسه بر سالهای گذشته این سال سال 1397 که گذشت ما اواید ما بسیار خوب بوده و یک فیصدی قابل ملاحظه از نمی اواید از طلبات سالهای گذشته بوده که ما او را جمع کردیم بنان نتایج خوبی داشتیم کسایی که حاضر نبودن که پول برخود خود تاویل کنن اونا حاضر شدن که تاویل کنن برخی از افراد و اشخاصی که فلالا حاضر نیستن که اونا پول برخود خود تاویل کنن ما امروز قبل از آمدن به ایجام یک جلسه داشتیم در دفتر مرستیال اداره محترم لوی سرانوالی مرستیال مبارزه علی فساد اداری در اوجه ما به این نتیجه رسیدیم که یک تفاهم نامه بین دی افغانستان بشنا شرکت و لوی سرانوالی و همچنان اداره قضای محکمه قضای دولت یک تفاهم نامه امضا میشه اونایی که حاضر نیستن که پول بیت المال با وقت و زمانش تاویل کنن ما لست از اول از طریق میدیا به نشر میسپاریم بعد از او بسیار به جدیت مورد تصمیم گیری خود قرار دادیم که ما حتی لستای خود با لوی سرانوالی و حالا تعداد از این زورمندان که نمیخواین که پول صرفی برق خود بپردازن حتی شرکت برشنا هم گفته که چندین بار که اینا کارمندان خود بر مطالبه روان کردن لطو کوب شدن یعنی این به چی معنا میتونه باشه که اینا واقعا هیچ نمیخواین که پول صرفی برق خود که چقدر مدت از بالا اینها هست بپردازن؟ در برخ موارد بله در برخ موارد اونا هیچ حاضر نیستن که پول برخ خود تایل کنن ولی در برخ موارد یک یک مشکل دیگه هم بوده که مثلا اونا حتی یک بخبری را اونا بر ما گزارش دارن که حتی اونا بخبر ازی بودن که مامورین دی افغانستان بشنا شرکت مراجعه کردن به دفاترشان یا به طور مثال به خانه شان که او و پول برق از پیششان بگیرن اونا حتی یک بخبری را بر ما گزارش دادند که اونا اصلا نیست در جریان نبوده و این کار از, از طریق محافظین امنیتی شانی کار صورت گرفته بعدا وقتی که خودشان در جریان افتیدن اونا یک همکاری بسیار خوبی نشان دادن و حتی حاضر شدن پول برق خود را تاویل کنند در اکثریت مورد گفتن که ما به نام پول برق به طور مثال به به یک تن از کارمندای خود مثلا به شکل منظم ما پول داده مونا پس بر ما اطمینان هم دادن که پول برخشان تاویل کردن ولی بالاخره بسیار حتی تعجب کردن که چطور مطالب به اندازه پول برق باقی دارم هستم با, با, با وجودی که من با کارمندان خود وظیفه دادیم که پول برق آقای یک مدت خیلی طولانی است که این افراد اشخاص بدهکار هستند و چند پیش که شرکت برق افغانستان یک لیست را افشا کرد که بیشتر نام های افراد اشخاص زورمند در او بود دقیقا چقدر از اون افراد بعد از اون افشای لیست توانستن که بدهکاری خود بپردازن ای تو به مبلغ اگه ما بگویم فلالی تو ارقام دقیق در نیست یعنی چند درصد اون افراد اشخاص پرداخت؟ بین 25 لا 30 درصد از اون افراد و اشخاص که نامایشان گرفته شد از طریق تلویزیون یاریانا اونا حاضر شدن که پول برق خود تاویل کنند ما هم میگم که ما با یک جدیت کامل به یرسه کار میکنیم و به زودی یک تفاهم نامی امزا میشه بین تفاهمنامه سی جانبه بین دی افغانستان بشنا شرکت داره محترم لوی سرانوالی و همچنان قضای دولت که علای او نمو اشخاص و افرادی که اونا حاضر نیستن پول برخود تاویل کنن اونا باید مجبور ساخته شوند که حاضر شوند و پول بر تاویل کنن در بخاطر معلومات مشترکین ما و بخاطر معلومات بینندای عزیز ما یک مورد دیگر هم میخوایم اینجا اشاره کنم ما یک دیگر هم که در افغانستان بانک امضا کردیم اونا یک سیستم سازی میکنن یک سیستم رو میسازن به نام ثبت اعتبارات عامه برشنا شرکت همراهشان تفاهم نامه امضا میکنن هر دو سیستم هر دو سافتویری که استفاده میشه در برشنا شرکت و در دی افغانستان بانک هر دو سافتویر با هم انتگریت میشه منسجم میشه مشترکین ما تجارت پیشای ما تجارای ما و همچنان سندکارای ما که حاضر نیستن پول برق خود تاویل کنن بعد از دو دوره یک پیام میره به سیستم دی افغانستان بانک و دی افغانستان بانک حتی به مو مشترکین ما که اضافه تر از دو دوره حاضر نیستن پول برق خود تاویل کنن از شان یک سکورنگ داره یک نمره داره اعتبارات در دی افغانستان بانک از او سکورنگ نمره شان منفی میشه بنان د افغانستان بانک از طریق خود به تمام بانک ها مکتوب روان میکنه که اونا اگر در آینده به خاطر رونق بخشیدن صنعت خود یا تجارت خود اگر طلب قرض میشن از دی افغانستان بانک و همچنان از دیگه بانک اونا نمیتونن قرض بگیرن بدون شک مردم عادی باز هم پول صرف برق خود اما پرداخت خواهند کرد اما این تفاهم نامی شما و جدیت و برنامه های شما باز هم چقدر بالا این زورمندان تاثیر گذار خواهد ما اطمینان کامل دارم به مسئول اواید دی افغانستان برشنا شرکت ما اطمینان کامل دارم که بعد از اینکه تفاهم نامه امضا شد و بالوی سران والی و همچنان یک یک نقطه فشار دیگه خواهد بود بالای اون افراد و اشخاص که اونها حاضر نیستن که پول بر خود تاویل کنن چند قبل در شروع سال 1397 یک کمیته به حکم جلالت ماب رئیس جمهوری یک تشکیل شده بود که او کمیتام سری از موضوع کار کرد که کسایی که حاضر نیستن پول برخود خود تاویل کنن اونا میتونن از طریق یک مکانیزم منظم او را امرای لوی و همچنان امرای ستر محکمه حتی تا او سرحدی لستا را شریک بسازه تا که یک نقطه فشار باشه بالای از او افراد و اشخاصی که پول برخود خود تاویل نمی ما به نقطه پایانی از او پروسه رسیدیم و تفاهمنامه به زودی امضا خواهد شد و انشالله یک نقطه فشار خواهد بود که ما را کمک خواهد کرد که ما بتانیم تمام طلبات خود جمعوری کنیم چقدر مدت میشه که این افراد و اشخاص بدهکار هستند و آیا در این مدت برقشان به شکل نارمل بوده یا قد شده چیگونه؟ فرق میکنه بعضی از افراد و اشخاصی هستند که حتی به سالها اونا اه 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 حاضر نبودن که پول برق خود را تاویل کنن بعضی از بدهکارای ما هستند که مثلا منظم تا یک دوره تاویل میکنن دوره یک دو سه به طور مثال یک سال ما شش دوره داریم تاویل میکنن چهار پنج شش را تاویل نمیکنن در دوره اول باز تاویل میکنن یعنی یک بی‌قاعدگی وجود داره در تحویلیشان و ما شخصا خود ما کوشش کردیم که اونا را ببینیم از نزدیک ملاقات کنیم حتی به سطح رهبری برشنا شرکت اونا را قانع بسازیم به که اکثریت یا یک مقدار بسیار بزرگ پول که ما به برق وارداتی میپردازیم به شکل پیش پرداخت است به نان وقتی که ما نتانستیم پول برق خود جماری کنیم به شکل منظم ما چطور میتانیم که پول برق وارداتی را که 80 فیصد برق ما برق وارداتی است پول از را بپردازیم و قرارداد هم قسمی است که کشورایی که ما از وا برق وارد میسازیم که اگر تا یک وقت معین 10 تا 15 یومی که اونا بر ما وقت میتن ما پولشان نپردازیم اونا حتی برق خود قطع میکنن بینان ما از عواقب بعدش اونا را مثلا اطلاع رسانی میکنیم که اگر شما بهتر از پول برق با وقت و زمانش تابیل کنید حالا این عدم نپرداخت بدهکاران به وقت و زمانش دقیقا چقدر تاونسته تاثیر منفی بگذاره این که ما نتوانیم که پول صرفیه را برای کشور بیرون بپردازیم؟ طبعا نتایج بسیار منفی داره حتی در ایرا از طریق رسانه ها باید بگویم که مشترکین ما بیننده عزیز ما بشنوان در آخر ماه هود حتی ما بسیار نزدیک به تو یک پیشنهاد شده بودیم که ما از کشور ازبکستان تقاضا کنیم که بر ماه هود بر مای حمل سال 1398 ما نمیتونیم به شکل پیش پرداخت پولتان بپردازیم اگر امیر اگر بر ما یک 15 20 یا دیگه فرصت بدن. ولی خوشبختانه در اوجه یک مقدار پول از طلبات ساله گذشته را ما جمع آوری کردیم و بسیار تشکری میکنم از طریق تلویزیون یاریان نیوز از وزارت محترم مالیه که اونا پینجا فیصد از طلبات دوائر دولتی را بر ما انتقال دادن و ما را از زونموت یک خطر نجات دادن ولی اگر نتانیم ما باز تاکید میکنم اگر نتانیم ما واید خدا با وقت و زمان جمع آوری کنیم ما باید تو یک سرنوشت که در ماه هود مواجه شدیم ام. میشه باز مواجه شدیم بناهن تقاضای ما می است که با وقت و زمان مشترکین ما پول برق خود را تاویل کنند و ایره ما برشان اطمینان میتوم که پول اه اه پول بیت المال است و هیچ کس نمیتونه که مثلا غفلت کنه در بخش تحویلی ازی و برشنا از تمام امکانات خود استفاده خواد تا که پول طلبات جمع آوری برای تحویل صرفی بخش شما یک سیستم میکانیسم مشخص داریم؟ بله در ما اگر در مورد خود سیستم برشنا شرکت سیستم بلنگ برشنا شرکت بر شما معلومات بتم تا یک پنج سال قبل ما یک سیستم داشتیم که تمام کارهای بلنگ ما و همچنان تحویلی پول صرفه برق از طریق قلم و کتابچه صورت می گرفت حال ما یک سیستم بسیار پیشرفته داریم یک سیستم بسیار پیشرفته بلینگ و سیستم پیشرفته پرداختا داریم که در بانک ها در لحظه که مشترک ما در جمعه و پول برق خود تاویل میکنه در آن واحد و افکت میکنه در سیستم ما ما باید رئیس تجارتی در هر لحظه و زمان از خود یوزر دارم در سیستم در هر لحظه ما چک کلمه میتونم که از کدام برانچ ما به چی تعداد مشترکین تا می لحظه به چه مقدار پول تحویل کردن بنان سیستم ما سیستم بسیار شفاف است و اوجه در قسمت تحویلی ما اطمینان کامل میتون به مشترکین ما که حتی به اندازه تفاوت یک افغانی هم و بسیار به اطمینان کامل این سیستم شما چقدر در سر تا سر کشور عملی میشه فلال سیستم که ما داریم تقریبا در پنج ولایت بزرگ افغانستان که حدود 80 81 فیصد مشترکین ما را در پنج ولایت بزرگ افغانستان است در پنج ولایت بزرگ ما می از این سیستم پیشرفته بلینک فلال استفاده میکنیم و در آینده نزدیک روی از ای پروژه ما کار میکنیم که از این سیستم واحده ما در تمام افغانستان تطبیق میکنیم بسیار خوب بیشتر چالش که با در عرصه برق داریم در بخصوص در کابل چی میتونه باشه چالش ها خو یکی از چالش ها ای که یک تفاوت بسیار فاحش بین عرضه و تقاضا وجود داره به اندازه که فلال تقاضا در بین مشترکین ما بر برق وجود داره بدبختانه رشنا شرکت فلال در شرایط کنونی نتانسته که به تمام تقاضای مشترکین جواب مثبت بگه و عرضه ما فلال کمتر است ولی روی از ما کار میکنیم و پروژه های مختلف ها ما روی دست داریم از جمله پروژه های برق آفتابی است پروژه های هست که ما کت کشورهای ازبکستان و ترکمنستان فیلال تا وقتی که ما خود کفا میشیم از لحاظ تولید برق در داخل کشور ما امروز ازوا وا فیلال در گفتگو هستیم که ما بتانه مقدار برق وارداتی را فیلال زیاد بسازیم و تا که از لحاظ برق خود ما در داخل کشور خود کفا میشیم بله. آقای زانگزای سالانه ما چقدر برق وارداتی را میخریم چقدر پول پرداخت میکنیم و چند درصد در داخل کشور تولید میکنیم؟ سالانه ما بر سال 1398 78 فیصد برق مجموعی کشور ما برق وارداتی است و 22 فیصد از متباقی از تولید داخلی ماست و بر سال 1397 ما حدود 268 میلیون دلار پرداخت داشتیم به کشورهایی که ما از اونا برق وارد میکنیم بر سال 1398 مقدار برق وارداتی را ما زیادتر ساختیم و بر سال 1398 ما حدود 307 میلیون دلار پرداخت داریم به جانب کشورهایی که ما از اونا برق وارد میسازیم و تولید داخلی ما قسمه که ما پیشتر اشاره کردم حدود 22 فیصد فلال ما تولید داخلی داریم مثل خود در پایان برنامه هستیم و خیلی کوتاه بر حل چالش ها در شرکت برشناک در حال حاضر وجود داره عدم پرداخت صرفی برق ناامنی ها و چالش های دیگری که شما قبلا مطرح کردین چه رای حل های میتونه وجود داشته باشه؟ رای حل طبعاً رای حل اگر روی رای حل صحبت کنیم چالش ها طبعا زیاد است من اگر یک مثال ساده بر شما بتم در سال 13 نادفت و چقدر از این چالش ها را شما برای شهروندان ما میتونین مشاهده که در سال 98 حل خواهد شد بله ما یک مثال بسیار ساده بر شما بتم در سال 1397 تقریبا حدود 360 بار یعنی اگر او را به شکل اوسط ما محاسبه کنیم یعنی در هر روز یک بار لاین انتقالی ما که از کشورهای همسایه ما برق وارد میکنیم قطع شده بنابراین ایره مثال از ایره کسی در امی در می ساحه که ما هستیم در منطقی که ما زندگی میکنیم نخواتی تو باشه که برق وارداتی را لاین انتقالی را که ولتاژ بلند می 360 بار قطع شود و ای در اکثریت مناطقی که نام نستند در اوجه قطع میشه یکی از چالش هاست چالش های دیگه ما زایات بلند است نام نیاز قسمی که شما گفتین موضوع طلبات است ما قسمی که پیشتر اشاره کردم بسیار با جدیت کامل روی ازی کار میکنیم روی کاهش زایات کار میکنیم و انشالله در دو سه سال آینده ما قسم که پیشتر اشاره کردم ما یک تناسب را ایجاد خواهد کردیم بین عرضه و تقاضا به اندازه که برق مثلا ضرورت باشه تقاضا باشه به با او اندازه ما بتانیم برق ارزان کرده بتانیم خیلی سپاس خالد استانکزای رئیس تجارتی شرکت برق افغانستان از یک شما در زیربنا تشریف آوردین و بیننده های عزیز حال توجه کنید به نرخ شماره از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل و این هم قیمت های و این هم قیمت مواد اولیه سپاس از همراهیتان تا این دم تا برنامه بعد خدا نگهدار